روز دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات حماس به جنوب این کشور 4 کشته به جا گذاشت. در این روز از بیم راکت‌های حماس آژیر خطر در جنوب اسرائیل به صدا درآمد و شهروندان سراسیمه به دنبال پناه گرفتن در پناهگاه‌ها هراسان دویدند. جابجا شدن تانک‌ها در نزدیکی مرز اسرائیل و غزه نشانه دیگری است از اینکه درگیری‌ها در منطقه به این زودی پایان نمی‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل مرگ چند سرباز اسرائیلی در روز دوشنبه این روز را روزی دردناک برای این کشور خواند. آقای نتانیاهو در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی برای آتش بس گفت: همونطور که قبلا گفته بودم بار دیگر تکرار می‌کنیم، ما باید در انتظار یک عملیات طولانی باشیم. ما با قدرت و اقتدار تا زمانی که به هدفمان برسیم به کارمان ادامه می‌دهیم. هدف ما محافظت از شهروندان، نظامیان و کودکان است. ارتش اسرائیل گفته که 5 چپ نظامی حماس با عبور از تونل‌های زیرزمینی خود را به خاک اسرائیل رساندند و با آتش گشودن به روی سربازان اسرائیلی درگیری را آغاز کردند. ارتش اسرائیل 10 روز قبل با هدف از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عملیات زمینی را آغاز کرد.